سلام به کانالمون، خوش برگشتین. از امروز و از این ویدیو به بعد میخوایم یه سری ویدیوهایی رو آماده کنیم که درشون راجع به راه انداختن کسب و کار تولیدی باهاتون صحبت کنیم که خیلی راحت باشه و با سرمایه متوسط بشه راهش انداخت و خیلی هم کار سختی نباشه، یعنی فرد با تجربه کم هم بتونه واردش بشه. کار تولیدی رو با علم بازرگانی خارجی ادغام کنین، از اون کارهایی میشه که توی یه سال میتونه بازنشستهتون کنه. واسه خرید ماشین‌آلات و دستگاه‌ها هم میتونین از بازرگانا مشورت بگیرین و هم میتونین کامنت بذارین تا من شرکت‌های معتبر در اختیارتون بذارم. خوشحال میشم شما هم بتونین نقطه نظر و تجربیاتتون رو کامنت کنین تا بقیه بتونن ازش بهره مند بشن. اول باید خدمتتون عرض کنم که کارخونه و کارگاه داشتن و چرخوندن خیلی نیازمند اینه که شما تو خلقیاتتون و روحیتون یه سری خصلتا باشه. بتونین چند تا کارو با هم هندل کنین، اصطلاحاً مولتی تاسک باشین. بتونین هم با کارگر ارتباط درست برقرار کنین، هم با مشتری، هم با سازمان بهداشت و صنعت و معدن و بقیه اینا. یعنی ارتباطات عمومیتون طوری باشه که با هر فردی به روش خودش بتونین صحبت و معامله کنین. باید سرتون تو حساب کتاب باشه و بتونین کاست کنترل انجام بدین. یعنی هزینه‌های جاری و هزینه‌های تولید رو بتونین مستمر محاسبه کنین و کاهش بدین و همچنین تو بازاریابی ذهنتون باز باشه. به هر حال کار ساده ای نخواهد بود، اما پاداشش خیلی شیرینه. با این مقدمه وارد بحث میشیم. کارگاه تولیدی اولی که میخوام بهتون معرفی کنم تولیدی اسمارتیز و این نخودایی که روکش شکلاتی دارن. این دوتا خط شکر، شکلات، نخود و آب به عنوان مواد اولیه میخواد. هر شیفت یک یا نهایتاً دو کارگر احتیاج داره. 100 متر کارگاه لازم دارین. سرمایه اولیه که برای هر کدوم میخوان یه چیزی هول و هوش 150 تا 200 تومانه اگر دستگاهتون چینی باشه، چینی با کیفیت. 200 یا 300 میلیون اگر از ایران و تایوان بخرید با کیفیت متوسط و به همین ترتیب. شما کارتون دو فاز داره، یه خط فراوری دارید یه خط بسته بندی. فراوریش که کاری نداره، دستگاه هستش و مواد اولیه میریزید و اتومات کار میکنه، ولی رو بسته بندیش خیلی دقت کنید. خط بسته بندیتون باید در انتها بتونه چاپ هم بزنه رو بسته هاتون و کلیشه ای نباشه، جت پرینتی هم نباشه، یعنی دیجیتال باید باشه. چون بازار اینا با بازار چین و هند و اینا خیلی بسته بندی ها متفاوته، نباید با بسته بندی های نرمال اونا برین جلو، زشت میشه کارتون اصطلاحا، خیلی جیغ در میاد. بسته بندیتون خودتون باید تو ایران بدین یکی طراحی کنه براتون و دستگاهتون هم باید قابلیت اینو داشته باشه که هر 6 ماه یه سال دو سال بتونید طرح جدید بهش بدید و اون طرحا رو با رنگای خاصی چاپ کنه براتون. حواستون باشه اگه دستگاه رو از چین می‌خرین یا تایوان و هند و کلاً خارج از کشور، یه وقت از این بسته‌بندی‌ها نخرین که فیلم بسته‌بندی و چاپ شده رو باید براتون اونا از خارج بفرستن. دستگاه فیلم دیگه ای نمی‌خوره. این بزرگترین ضرریه که شما می‌تونید بکنین. هی باید بیافتین تو کار واردات و در نهایت هم بسته‌بندی محصولتون دلاری براتون عذاب در میاد. محصولای کوچیک درست کنین و ارزون، مثلا بسته‌های 500 و 1000 تومانی و اینجور تیپ محصولات. اینطوری با شرکت‌های پخش کوچیک قرارداد می‌تونین ببندین و شروع کنین به فروختن محصولاتتون. تو خوراکی‌های این سبکی بر افراد تازه وارد همیشه ارزون‌تر جواب میده. خاطرتون باشه. نرین سمت بهترین کیفیت و بسته‌بندی. محصولتون گرون میشه، کسی هم برند شما رو نمی‌شناسه، نمی‌خره ازتون، میمونه رو دستتون و فاسد میشه. و دوباره تأکید می‌کنم با شرکت‌های پخش قرارداد ببندین. خودتون درگیر فروش مویرگی نکنین که به هیچ چی نمیرسین. خط تولیدی بعدی میشه خوشکن صنعتی میوه و سبزیجات. تو ویدیوهای صادرات به دبی بازش کردیم، مدل فروش صادراتی و اینکه بهتره چه میوه‌ای رو روش کار کنین و تو اون ویدیو گفتیم، دیگه اینجا بازش نمی‌کنیم. این خط هم احتیاج به 2 تا 3 تا کارگر داره. یکیش باید مسئول فنی بهداشتتون باشه. مواد اولیه‌تون هم که میوه‌های قدیمی‌تر میدونبار شهرتونه. همه کسایی که تو میدونبار هستن هم این کارو براتون به راحتی انجام میدن و اونا میان دنبالتون. تو شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، کرمانشاه، شیراز اگر خواستین تو تأمین میوه و سبزیجات برای خوش کردن به من پیام بدید، کامنت بذارید، خدمتون خواهم گفت چه کار کنید. تقریبا 200 متر فضا احتیاج دارین و خطتون هم 3 قسمت داره. یکیش سورتینگ و کانویره که میوه ها سورت میشن و دستبندی حرکت میکنن به سمت خوشکن. خط بعدی که لازم دارید خط خوشکنه و خط نهایی هم خط بستبندیه. قیمتشون هم از چین همش با هم یه 300 میلیونی در میاد، از ایران هم 350 تا 400، هند و تایوان هم قیمتای ایرانن، 10% ممکنه گرونتر باشن. شما برای کاست کنترل و کاهش از اینا یه راه دیگه هم دارین. میتونین خط اصلی که خوشگون باشه رو بیه با کیفیت از چین یا تایوان بیارین، ولی نوار نقاله و کانویر و دستگاه سورتینگ و اینا تو ایران موجوده، اونا رو از ایران بخرید که براتون منطقی تر در بیاد.
خط بعدی میشه خط تولید ساشه برای شامپو و صابون هتلی. اگه دیده باشین تو خارج از ایران شامپو و صابون و حالت دهنده و کرم مو و اینجور مسائل تو هتلا همش تو ساشه است. ساشه مثل این بسته‌بندی‌های سوسای یه نفره ساندویچ و پیتزا به اونا میگیم ساشه. تو ایران شرکت ایوان از قدیم الایام تو ظرفای مینیاتوری شامپو تولید می‌کرد و به هتلا هم می‌فروخته، هتلا هم ازش استفاده می‌کنن. شما با قیمت تموم شده نصف اون ظرفای ایوان میتونین تو ساشه شامپو بدین دست هتلا و صابون. ما تو اصفهان و شیراز و مشهد و تهران و تبریز کلی هتل داریم، اینا همه میتونن مشتریاتون بشن. خودتون به راحتی میتونین بفروشین، اگه از طریق شرکت پخشا هم برین جلو خیلی بهتره. تو همین تولید ساشه تو حوزه مواد غذایی و برای رستوران‌ها و کافه‌ها میتونین آب لیمو، شهدای شربت‌ها، عسل، عسلایی که با چای قاطی میکنن تو ساشه تولید کنین، اسم و لوگوی خود رستوران هم براشون بزنین، بهشون بفروشین، مشتری خیلی خوبی هم خواهید داشت. واسه این کار هر 8 ساعت یه کارگر میخواین که به دستگاه نظارت کنه فقط و محصولات رو جعبه کنه براتون. واسه هر محصول 2-3 خط ساشه میخواین که پیشنهاد من تک نازله هسته، چون اینا از 1-8 نازله هم داره. هر دستگاه تک نازله تقریبا تا 100 میلیون قیمتش میشه با کیفیتاش البته. دلیل تک نازله بودن هم اینه که اگه یه دستگاه گیر کنه، خراب بشه یا هر مشکلی براش پیش بیاد، شما کل خطتون رو دیگه نمیخوابونید. یه دستگاه تک نازله رو خاموش میکنید، بقیه دستگاه دارن کار میکنن. تو مدلای چند نازله اینجوری نیست، یهو می‌بینید کل خطتون خوابید دیگه، چون از برق کشیدینش. هر دستگاه 40 متر فضا میخواد و کلا رو 200 متر کارگاه حساب کنیم برای شروع. یه مجوز بهداشتی میخواید و یه مسئول فنی بهداشت، همونطور که خدمتتون عرض کردم، و دیگه هم چیز خاصی نیست. مسئولتون هم طوریه که اولین نمایشگاه تولیدات داخل تو شهر خودتون هم شرکت کنید، همه میان سراغتون، به خاطر که هم قیمتش نصف در میاد تقریبا، هم اینکه تیراژ تولیدتون خیلی بالا خواهد بود در ماه، به علاوه اینکه میتونید اسم و آدرس و لوگوی رستوران ها و هتل ها رو روش بزنید که خب اینو از خودشون میخوان دیگه. خب فهم کنم تا همینجا کافی باشه واسه این ویدیو. کسب و کارهای دیگه ای رو هم داریم، منتها تو ویدیوهای بعدی خدمتون خواهیم گفت. اگر مطالب مفید بود لایک و سابسکرایب بفرمایید و به دوستان معرفی کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.